مرکز ملی انتقال خون یمن در آستانه تعطیلی است. بحران انسانی در یمن هر لحظه وخیمتر می شود و مرکز ملی انتقال خون یمن نیز مانند بسیاری از بخش های درمانی این کشور در حال تعطیل شدن است. دکتر عدنان الحکیمی مدیر مرکز ملی انتقال خون در یمن ضمن اعلام این خبر افزود این مرکز به علت نداشتن بودجه کافی و کمبود امکانات تعطیل می شود. به گفته او وضعیت زمانی بحرانی شد که گروه خیریه بین المللی پزشکان بدون مرز تصمیم گرفت پس از 2 سال به حمایت خود در این کشور پایان دهد. سازمان بهداشت جهانی احتمال تعطیلی مرکز انتقال خون یمن را تایید کرد. با این حال سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که تلاش می کند با ارسال مواد اضافی تا حدودی به این مراکز کمک کند. طارق جاسا سخنگوی این سازمان در این باره گفت پزشکان بدون مرز در گزارش ماه ژانویه اعلام کرده بودند که از سپتامبر 2015 میلادی تا کنون کیت های تست خون برای مرکز انتقال خون میفرستادند و امکانات پزشکی نیز سفارش دادند، اما تا کنون این تجهیزات به یمن نرسیدند. به گفته یه مقامات در صورت بسته شدن این مرکز بیماران مبتلا به بیماری های چون تالاسومی، سرطان و از کار افتادگی کلیه و همچنین قربانیان جنگ بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. جنگ تحمیلی به یمن از سوی ائتلاف عربستان سعودی در مدت 3 سال بیش از 3 میلیون نفر را آواره کرده و از بین رفتن زیرساخت های این کشور از جمله سیستم بهداشتی را در پی داشته است. کشور یمن با جمعیت 27 میلیونی اکنون با اپیدمی وبا دست و پنجه نرم می کند که تا کنون منجر به ابتلای 600 هزار نفر شده و جان نزدیک به 2 هزار نفر از جمله شماری زیاد از کودکان را گرفته است.